که در واقع راوی بودن. توصیف ها به نظر من بسیار خوب بودن. او بحث که آقای مرادی گفت بسیار موافق هستم که ادبیات شاعرانه در رمان آفت است، قدرت نیست، ولی گاهی در سطح جملات کوچک بدون شک و نثر رمان کمک میکنه. مثلا یکی از توصیف ها را بر شما در یک جمله کوتاه میگم، زیاد یک تایش هم آمبولانس ها مثل خرمگس وزوز میکردن مثلا. بسیار به نظر من جمله کوتاه و قدرتمند او صدای آمبولانس و شلوغیش نوع دیگه برای من خواننده داد که اینطوری نشنیده بودم یا اینطوری ندیده بودم آمبولانس ها را. در واقع بسیار برام تاثیرگذار بود. محوریت داستان بسیار هوشمندانه حفظ شده از رهگذر موضوعی. ما میبینیم که به هر طرف که میره دوباره حاصل جمعش میاد به او جایی که در واقع باید باشه. در واقع عنصر زمان بسیار حضور قدرتمند داره در تندادگی، یعنی ما کندی و سنگینی زمان در جنگ احساس میکنیم، لحظه هایش در واقع احساس میکنیم. حالا بماند که یک جایی احساس میکنم که کتاب فصل های اضافی در خود داره، یعنی وقتی ما 40 روز یا 40 فصل از زندگی در جنگ در میبینیم در تندادگی، در یکی از در بسیاری از فصلها هیچ اتفاقی در واقع نمیفته و هیچ اتفاقی در شرفی وقوعی نیست که خواننده دلیل برای خواندن فصل بعد داشته باشه. شما یک فصل میخوانید، فقط یکی داره پشت در میزنه و ما خوب میفهمیم که بالاخره کیست پشت در، اما این قصه هی تکرار میشه. آوان آمدن و فرود موشک و اینا هی تکرار میشه. خب در جنگ موشک میایه، ولی هر موشکی که میایه باید برای آمدن خودش دلیل موجهی داشته باشه، ولی خب در شهر معلومه وقتی میگیم جنگ همه جا موشک ها پرتاب میشه. من فکر میکنم گمان میتونست بسیار کوتاه‌تر از این باشه، گپش به 500 صفحه نرسه، در 300 صفحه این رمان به صورت کامل با همین قصه، یعنی با همین قصه به صورت کامل جمع شد. من فکر میکنم که یکی از آفتهایش ایست که کش داده شده به اصطلاح شما. ما در ایران ایران نمیکنیم، در افغانستان ما کش دادن استفاده نمیکنیم، در واقع به درازا کشانیده شده. و مسئله دیگه آفت به نظر من با وجودی که راوی یک جنین است، آغاز خیلی، یعنی یک فهمی داره این راوی که نباید داشته باشه لزومن. حالا بماند که شما بهتر از من میدانید که در بحث رمان مدرن و رمان معاصر معدود سازی آگاهی راوی یکی از اصول است، یعنی به هر میزانی که شما راوی را خلع سلا کنید از اطلاعات، به اون میزان شما موفق بودین در کارتان و خوانندهتان با شما با شخصیتهایتان و راویتان احساس نزدیکی میکنه. و جنگ ما اصلا در واقع در ادبیات مدرن جنگ ما علیه دانای کل است و دانایی است و آگاهی است و بصیرت است. ما این بصیرت باید نابود کنیم و نشان بدیم به خواننده ما که روزگار ما روزگار بی شخصیت هاست، یک شبیه خودمان. این کار نشده، به این خاطر این کودک به دنیا نیامده، این جنین یا این رویان در واقع حرف میزنه، حرف درباره جنگ میزنه، حرف درباره آدم های بد میزنه، حرف درباره هستی میزنه که انگار میگی میلان کاندرا روی شانه از این نشسته داره که حرف میزنه. حرف های بزرگتر از سن خودش یک جاهایی میزنه که نسبت نبودی وقت من نمیتونم اون تکار رو بخونم، ولی اگر بعدا فرصت شد قطعا به اونا اشاره خواهم کرد. ای بود یادداشت های من. از نگاه های خودت پیداست که من باید حرف من قطع کنم. دهقان گرامی تشکر از شما. ما که دوست داریم که همچنان بشنویم، خیلی استفاده کردیم، ممنون. ولی دوست دارم که صحبت های فریبا صدیقیم و مهری رحمانی عزیز رو هم بشنویم. من فکر میکنم که با توجه به نزدیکی نظراتتون با فریبا، فکر میکنم که فریبا الان صحبت بکنه مناسب تر باشه. فریبا جان بفرمه. مرسی منم 10 دقیقه رو میخوام و... تو رو خدا تعارف نکنیم با من.
خیلی خوب، سعی میکنم که کوتاه بگم. البته واقعا کاش که با ریرا نشسته بودیم دو طرف یک میز، دو تا چای هم کنارمون. من آدم جزئیاتم که میتونستم تیکه تیکه قسمت های داستان رو در بیارم و مطرح بکنم اون چیزی رو که میخوام بگم. برم سر اصل مطلب و سریع بگم. تا حدی که من با کارهای ریرا آشنا هستم، شاعره، شاعری تواناست، بر زبان تسلط داره، نگاهی حسی داره، جهان بینی و اندیشه داره، مثالهاش مشخصه. اون نگاه مشفقانه که آقای آبیز گفتم، من کاملا باش موافقم. در فرم دست به تجربه و جسارت میزنه و فرم و تکنیکش رو گزینش میکنه، مثل انتخاب راوی ها. یک جا شی رو انتخاب میکنه به عنوان راوی، یک جا نوزاد به دنیا نیومده رو، که من با آقای نگاه موافقم. این نوزاد به دنیا نیومده کاملا نقش راوی دانای کل رو داره و این هم نظر منو خیلی جلب کرده بود که حالا چجوری اینو نگاه بکنیم. ریرا سبک خودش رو داره و لحن و تصاویر گویای ذهنیت اونه. خب گفتیم که اینجا اینها به طور کلی حالا اون انتخاب راوی ها آشنازدائی میکنه و به لذت خودش میتونه متن بده، به متن لذت بده. خب گفتیم شاعرانگی عالیه در کارهای ریرا، چون هم تکنیکیه و هم زبان طبیعی ریرا شاعرانگیه. ولی من دلم میخواد با ریرا یک بحثی رو باز کنم در این رابطه، که آیا این زبان شاعرانه در روایت چقدر کار کرده و آیا کار کرده خودش رو به عنوان یک رمان پیدا کرده یا نه. چه چیزی شعر و نثر رو از هم جدا میکنه و شاعرانگی چقدر تونسته در خدمت داستان کار بکنه؟ چرا که به نظر من زبان گرچه بسیار مهمه و یکی از تمهیدات متعدد خوب و مهم رمان هست، اما در کنار اون ما مثلا خود روایت رو داریم، تعلیق رو داریم، صحنه های پیش رونده داریم، تخیل داریم، شخصیت داریم. و به طور کلی من وقتی یک رمان رو باز می کنم نمیخوام شعر بخونم. یعنی اگر که ما تیکه تیکه صحبت‌های ریرا رو که توی این چیزهای کلیپ‌هایی که حسام گذاشت شنیدیم، همه زیباست و همه توجه رو جلب می‌کنه و همه واقعاً اون شعرگونگیش لذت میده به آدم، ولی آیا ما وقتی یک رمان رو باز می‌کنیم و همه متن یک رمان رو می‌خونیم، همین فقط همین یک انتظار رو داریم که زبان غنی باشه و با ما شروع بکنه به ارتباط برقرار کردن؟ یه چیزی برای اینکه صحبت‌های کلی خودم بگم، نگاه شاعرانه میتونه روی نگاه نویسنده اثر زیادی داشته باشه، گرفته از اجرای زبانی، نگاه نشانه‌ای و استعاره‌ای و نوع بیان صحنه‌ها و پدیده‌ها. اینا میتونه نثر رو غنی بکنه، اما در این حال خطر بزرگی هم از این طریق نثر رو تهدید میکنه و اون زبان زدگیه و اینکه اجراهای زبانی به شکل اقرارآمیزی جای روایت رو بگیره و در واقع یک ماسک زیبایی بشه به چهره داستان. من فکر می‌کنم نظرم در این مورد خیلی به نظر آقای مرادی در مورد این قسمت قضیه نزدیک باشه. به نظر من در این رمان در بسیاری از جاها زبان در خدمت روایت، به جای اینکه زبان در خدمت روایت قرار بگیره، روایتی که در خدمت زبانه، که چرا که زبان شاعرانه در بسیاری جاها حالتی توصیفی و تکراری پیدا کرده. یعنی دقیقا همون کاری که توصیف برای ما میکنه اینجا داره اون زبان شاعرانه میکنه و بر باقی تمهیدات در داستان غالب شده. مثلا در تندادگی ما به کرات با صحنه های مشابه، عواطف مشابه، ما داریم در مورد با زبان حرف میزنیم، اطلاعات مشابه و حتی لحن مشابه روبرو هستیم که همه دارن یک موقعیت داستانی رو در جاهای مختلف این رمان در واقع تکرار میکنن. مثلا ما به کرات صحنه بمباران رو داریم، اصلا چند فصل گفته شد توسط یکی از دوستان با توصیف بمباران شروع میشه. به کرات دیالوگ دکتر و زهره رو داریم، مونولوگ زهره در مورد در خطر بودن نوزاد و استراحت مطلق رو داریم. به کرات نزدیکی پالایشگاه به دشمن رو داریم.
نرفتن افراد به خرمشهر رو داریم، به کرات دویدن زهره به این طرف و اون طرف رو داریم. یعنی ما یک موقعیت ایستا داریم که با زبانهای مختلف و توصیفات زبانی مختلف و شاعرانه البته همینطور تکرار میشن. اینا به نظر من، ریرا جان، نظر من به عنوانی مخاطب، به نظر من به داستان ضربه میزنن. چرا؟ باعث چرخشی شدن روایت و نشست روایت میشن. وقتی میگم چرخشی، منظورم اون دورانی بودن ساختاری نیست، منظورم چرخش در گفتاره، تکراره. دوم این که و این ضرب آهنگ داستان رو طبعا کند میکنه و به نظر میاد که و به نظر میرسه که شما تعداد ماجراهاتون خیلی کمتر از تکرار ماجراهاتون میشه و این کشش داستان رو تحت تأثیر قرار میده. دوم این که این کار، این تکرار و چرخشی بودن، تعلیق رو کم میکنه و به طور کلی یک بیحسی به خواننده میده این تکرار و فضا رو کرخت میکنه. طوری که مثلا وقتی به یک صحنه مهمی مثل دیدن اون دو جنازه که در جلوی پای راوی هست برمیخوریم، انگار ما داریم از روی اون عبور میکنیم، ما توی این فاجعه اون صحنه نرفتیم در واقع. خب من واقعا نمیدونم این تکرارها چقدر به نفع داستان بوده، به خصوص وقتی که به هر حال نویسنده این خطر رو میکنه و موضوعی گرچه مهم مثل جنگ ولی تکراری رو انتخاب میکنه که ما به عنوان مخاطب مدام دنبال یک حرکت جدید و جهانبینی جدید هستیم. ریرا صحنه های خوب کم نداره، خیلی داره از این صحنه ها، اما ساختاری نشدن و تکراری شدن اونهاست که اذیت میکنه و ذهنیت جدید، انرژی ذهنیت جدیدتر ریرا رو در اونجا میگیره. ما میدونیم نویسنده ها گاهی با ساختن یک صحنه، دو جمله یا سه جمله، یک صحنه رو میسازن و اون صحنه در تمام داستان نمایندگی میکنه یک فضا رو در داستان و این میره توی ذهن، ثبت میشه توی ذهن مخاطب، احتیاجی نیست این هی تکرار و تکرار بشه. مثلا من یادمه ویرجینیا وولف یه داستانی داره که این داستان با یک دوچرخه کهنه و مستعمل بسته شده به یک درخت بیبار در واقع و اون محیط جلوی خانه، همین کافیه که ما اصلا بدونیم ما با چی طرفیم در اینجا و به طور کلی چجوریه. بعد چیز دیگه ای که من میخوام بگم اینه که این آشنازدایی زبانی در یک سری جاهای کاری را خیلی قشنگ صورت گرفته و این زبان شاعرانه خیلی تونسته قشنگ صورت بگیره وقتی که به خصوص تکرار نشده. مثلا صفحه 29 میگه مثلا اگر تخت خواب نرم بود، مردن عیبی نداشت، مرگ نرم بود، حالا کجا میشد نرم بخوابی؟ این تیکه ها واقعا تیکه های بسیار زیبایی که میاد، چون مثل یه گل میشه کفه، یه چیزی نیست که تکرار بشه و اینها میاد روایت ها رو به هم دیگه وصل میکنه. در واقع اینجا این زبان عاطفی اومده به روایت بعد وصل شده که حالا ما کجا قراره بمیریم و در چه حالتی قرار ما رو پیدا کنن، اما توی تخت خوابمون هستیم، توی حمومم هستیم، یا کجا هستیم، یا اون گلو درد که باعث زنده ماندن شخصیت میشه. اینها خودشون رو نشون دادن برای اینکه اومدن جذب شدن توی قصه گویی و روایت داستان. البته منظور من کاملا واضحه، ما حادثه نمیخوان، ما جلو رفتن واقعیت های داستانی، موقعیت های داستانی رو میخوان، ما به دنبال حادثه نیستیم. دارم تموم میکنم. خب این زبان شعرگونه که توصیفی شده و به نظر من اشباع، ضررهای دیگه هم داره. اینی که سفیدخانی بین متن رو کم رنگ میکنه و ایهامی رو که خواننده بهش احتیاج داره بهش نمیده. این زبان توصیفی تکراری شاعرانه از طرف دیگه سایه انداخته روی وضوح زمان، مکان، موقعیت، نه در کل، میدونیم در کل کجاییم، در لحظه، و دسترسی به اونها رو کند کرده. مثلا من نمیدونم چقدر به نفع داستانه که ما در شروع داستان تا چندین سطر ندونیم راوی کیه،
روابط چیه، مکان و زمان کجاست و این گیجی چجوری به نفع داستان تموم میشه. به نظر من حتی میتونه هدر بره، چون به نظر من اون چیزی که ما در رمان به خصوص بهش احتیاج داریم و داستان، من مخاطب، نه ما، من خودم میگم، اون ابهام نیست، اون سفید خانی و ایهامه که که لذت رو در تأخیر به ما میده، نه ابهام. در ورودی داستان خب طبعا چنگ میندازه به مخاطب و اونجاست که باید اون وضوح و روشنی وجود داشته باشه. به طور کلی با دو سه جمله دیگه حرفم و حسام قول میدم تمام بکنم. به طور کلی به نظر من نشانه ها در شعر، کارکردشون با نشانه ها در نثر فرق میکنه. نشانه در شعر ضربتیه، میاد، احتیاج به ساختار آنچنانی نداره و ما ممکنه یک عالمه پراکندگی نشانه داشته باشیم، ولی نشانه در رمان اگر ساخته نشه و اگر ساختاری به هم دیگه پیوند پیدا نکنه، مخاطب نمیتونه ارتباط درستی با اون برقرار کنه. در شعر بله تکرار خیلی داریم، تکرارها ساختاری میشن، کار میکنن برای ما، چون عرصه زبان ورزیه، ولی آیا این تکرارها در متن میتونه به کمک داستان تموم بشه و چقدر میتونه فضا و متن رو در داستان بسازه؟ من شک دارم. ببخشید تونتون گفتم، همونطور که گفتم واقعا دلم میخواست یه جا نشسته باشیم و بتونم با مثالهای مشخصتری حرف بزنم، دست درد نکنه و خسته نباشید. متشکرم. همین که باب بحث رو باز کردین، انشالله که این باب باز بشه برای اینکه شما بعداً بعد از جلسه برید قهوه بخورید یه جایی و صحبت بکنید. خانم رحمانی بفرمایید. من میخوام از دوستان تقاضا بکنم که ما رأس ساعت 12 به وقت ما جلسه رو در واقع میتونیم ببندیم، ولی اگر کسی مایل باشه میتونیم حداقل تا 10 دقیقه 15 دقیقه دیگه ادامه بدیم بعدش، اگر کسی دوست داره با ما بمانه. من به هر حال دلم میخواد این بحث با صحبت‌های خانم عباسی و پاسخ‌های ایشون تموم بشه. بفرمایید خانم رحمانی. خانم رحمانی هستین؟ شما میوت هستید خانم رحمانی. درست. بله بله الان. سلام میکنم خدمت همگی و عذرخواهی میکنم از اینکه من دیر رسیدم به خاطر اینکه وی پی ان هم کار نمیکرد، ناچار شدم وی پی ان دیگه نصب بکنم و مشکل پیدا کردم به خاطر سرعت کم اینترنت. من ببخشید، من متنی قبلا نوشته بودم که نمیخوام دیگه راجبه اون بحث صحبت کنم، از گفتگوهای دیگران یه چیزی بداهه میگم که هم طولانی نباشه، هم یک نقطه هایی که کور مون به نظر خودم و از دیدگاه خودم بیان بکنم. من بیشتر رمان ها رو یا داستان های کوتاه رو از دیدگاه روانشناسی تحلیل میکنم، ولی اینجا نقطه هایی که من احساس کردم، یکی راجبه راوی که صحبت کردن، کراوی نمیتونه یه جنین باشه، اما از اونجایی که به قول ناباکوف ادبیات چیزیست که وجود نداره و ما میآفرینیمش، نویسنده میتونه به خودش اجازه بده که راوی یک جنین باشه. اما هنر ادبیات همینه که یک جنین مثلا متولد شده، زندگی کرده، داره با اون اثراتی که در طول جنگ شخصیت ها و حوادث روش گذاشتن، داره الان بزرگسالی خودش راوی شده. یعنی راوی الان یک کودک مثلا جنین 6 ماه یا 8 ماه نیست، یه جنینیه که این اثر پذیری ها رو داره میگه در آینده چنین خواهد شد، که حتی تولد خودش رو میبینه. من احساس کردم که بد نیست که این راوی فرد فهیمی باشه و بتونه داستان رو از دیدگاه خودش ببینه و ما نباید او رو جنین ببینیم، او رو جنینی ببینیم که 30 سال بعدش رو داره بیان میکنه به نظر من. بعد اون لحن شاعرانه که یه دهی دوست نداشتن، ببینید ما نثر شاعرانه داریم، فیلم شاعرانه، سینمای شاعرانه داریم، تئاتر شاعرانه داریم و شعر کلا نفوذ کرده تو خیلی از هنرهای دیگه، اما یه دهی نمیپسندم. مثلا یوز، پلنگانی که با من دویدن، ده بیژنی رو
بیژن رو خیلی نپسندیدن ولی خیلی گفتن شاهکار اوج هنر شعر در نثر و اون ثبت شده تقریبا. حالا یه ایده‌ای هم ممکنه که وقتی کار ریرا رو میخونن از این نثر شاعرانه لذت ببرن ولی یه ایده لذت نمیبرن به خاطر اینکه دوست دارن نثر به اصطلاح دیالوگی روزمرگی زندگی عادی رو ببینن با همون شرایط پیش برن. من به نظرم سلیقه ایست این نثر شاعرانه ریرا شاید خیلی جاها آدم احساس کنه اغراق شده ولی یه نثری هست که تیپ شخصیتی ریرا رو بیان میکنه و اون یک نثر آسمیه. انگار این نثر آسم داره، انگار که نفسش تنگه، خیلی جاها نفس نفس میزنه و خیلی چیزها رو ممکنه تکرار بکنه، خیلی جاها هوا کم میاره، خیلی جاها سرفه میکنه و من چون ریرا رو میشناسم از نزدیک وقتی نثرش رو میخونم داستاناش رو میخونم احساس میکنم که انعکاس کامل شخصیت ریرا توی این نثرها هست. و نکته دیگه انعکاس فرهنگ ها هسته توی این داستان. موضوع اصلی جنگ هست ولی به غیر از جنگ شما فرهنگ ایرانی، فرهنگ شهرستانی، فرهنگ نسل‌ها، مادرها با دخترهاشون، فرهنگ پدرسالاری و مبارزه با پدرسالاری، فرهنگ فمینیستی، همه اینها رو می‌بینید که یورش بردن به این مد و حتی برای خودش داره هر خودش رو می‌زنه. شاید در گذشته راجع به جنگ می‌نوشتن، روانهای قدیمی رو که می‌خونیم راجع به جنگ، فقط جنگ رو می‌بینیم و حوادث و رویدادهای جنگ رو می‌بینیم. ولی این داستان به نظر من لایه‌های مختلف فرهنگی داشت که البته به نظر من یه مقداری بعضی چیزا با واقعیت جور در نمی‌آمد. مثلا مبارزات فمینیستی زهره در یک صحنه‌هایی که آدم انتظار داره چیزای مهمتری مطرح بشه و چیزای مهمتری اصلا مثلا از نظر مراد مطرح بود، پای مملکت در کار بود، پای به اصطلاح استقلال در کار بود، پای این که اگر مواظب نکنیم چه خواهد شد در کار بود. یعنی چیزهای بسیار مهمتر از نظر مردها که مراد نماد او بود مطرح بود. ولی زهره به دلیل اینکه خیلی جوانه و یک حالتهای فمینیستی هم در ذهنش هست به نظر من حرکاتی میکرد یا رفتارهایی میکرد که شاید یه دهی از نوجوانا خوششون بیاد این حرکات، ولی حرکات توی فضاها نمیخوند با اون ارتباطات. نکته ای که به نظرم اومد این بود در مورد انعکاس فرهنگ ها و این اسکان فمینیستی. و نکته دیگری که دوستان گفتن، اون آقای ناشر هم فرمودن که میتونست جمع جور باشه، من به خود ریرا هم گفتم این داستان میتونه جمع جورتر و مختصرتر باشه و خیلی جاها با یه اشاراتی فضاها مشخص میشد یا دیالوگ ها میتونست کوتاه‌تر باشه و با یه اشاراتی حرف کامل زده میشد. ولی در جمع به وجود آوردن یه همچین فضایی که شما به همه این نکته ها بپردازید و جمع جور کردنش طبعا کار بسیار دشواری است. اگه یه سوژه باشه، یه موضوع باشه و ما بتونیم روی اون یک رمان بنویسیم خیلی ساده تره. ولی اینجا شما حتی مادرها رو با دخترها میدیدید که تفاوت‌های فرهنگیشون و نگاهشون به مرد سالاری یا به اصطلاح فضای مردانه متفاوت بود و یک حرکات خاصی میدیدیم که معقول نبود، مثل صحنه‌هایی که به شکل خیانت در میامد. ولی در بحران‌ها گاهی مثل بحران جنگ یا هر بحران دیگه ای انقلاب یهو می‌بینید که مردم انقدر زندگی رو از دست میدن، انقدر زمان رو از دست میدن و انقدر زمان بیرونی و درونی با همدیگه متفاوت میشه و فاصله دار میشه، احساس میکنن که خیلی خوب آخرین نفس رو بکشیم، آخرین لذت رو ببریم، آخرین حرکتمون رو بکنیم یا آخرین انتقاممون رو از زندگی و از دیگران بگیریم.
یه اتفاقای نامعقولی میفته و این زادی اون شرایط خاصه. ولی ما نمیتونیم بگیم چرا زهره این کارو کرد، چرا شریفه این کارو کرد، به خاطر اینکه اونجا ها منطق حاکم نبود، یک خواسته های فشرده ای که سرکوب شده ای بود که طرف احساس می خالی که میخوام بمیرم اگر من کار مثلا خیانت نکنم یا لذت نبرم از ارتباط جنسی، کشور من گرفته میشه و من اسیر میشم و به من تجاوز میشه و آخرم کشته میشم، پس بذارید کار داوطلبانه انجام بدم. این کارهای این شکلی هستش که از روانشناسی میتونیم بگیم که بداهه انجام میشه و نمیشه اصلا روش نگاه منطقی بکنیم. ولی در جمع رمان ریرا یک رمان خواندنی بود و اون روش روایتی به خودشم گفتم روش روایتیش ضرورت این سبک رمان بود که اگر کاملا میخواست متن ادبی باشه و کاملا میخواستش که از روایت فاصله بگیره و یه شکل کاملا هنری اجرا بشه، از اصل قضیه دور میموند و اون بیان جنگ باید یک جاهایش واقعا خبر باشه، یک جاهایش باید دیالوگ باشه، یک جاهایش بایستی استراب ها باشه، گفتگوها باشه، واقعیت ها باشه، بعد بیاد حرکت های هنری سورئال هم که جاهاش داشت. همین انتخاب راوی به شکل جنین خودش سورئال بود. من ادامه نمیدم چون شما کار دارید با ادامه حرفای خود ریرا جان که ختم زیبایی بشه به پایان این قضیه. چکرم، خیلی ممنون خانم رحمانی. من از همه دوستان، از همه پنلیستا عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه به هر حال محدودیت همچین جلسه‌ای رو درک میکنم، میدونم که درک میکنم، ولی با این وجود من خودم خیلی دلم میخواست که آقای شکری باز میخواستن برگردن دوباره صحبت کنن، یا بهرام میخواست، شاید دیالوگ بهرام و ریرا جالب بود یا صحبت کردن در مورد اینها خیلی جذاب و جالبه. حالا انشالله که فرصت های دیگه بشه که صحبت بکنیم. من میخوام با صحبت های من خداحافظی بکنم و صحبت بسپارم به ریرا که خودش هم پاسخ بده، هم خداحافظی بکنه و هم جلسه رو تمام بکنه. همچنین دعوتتون میکنم همگی رو به جلسه 27 فوریه که ساعت 11 میهمانمون خانم آسیه نظام شهیدی خواهند بود و بررسی مجموعه گذرنامه. در ماه مارچ هم باز هم میهمانمون ابوتراب خسروی خواهد بود با بررسی دیوان سومنات و کتاب ویران. همه دوستان رو دعوت میکنم به صفحه ما در فیسبوک، اینستاگرام و صفحه دانشگاه، گروه مطالعات آسیای دانشگاه بریتیش کلمبیا سر بزنید و این اتفاقات و اتفاقات خیلی دیگه، خیلی خوب دیگه در برای ادبیات فارسی میافته. باز هم از همه متشکرم.